ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد، قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد. صلی الله علیه و سلم. آری، خواست الله متعال بر این رفته بود تا پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم یتیم بزرگ شود و قبل از این که به دنیا بیاید پدرش عبدالله از این دنیا برود و فوت کند. وی در سن 6 سالگی مادرش آمنه را از دست داد و پدر بزرگش عبدالمطلب سرپرستی وی را به عهده گرفت. اما دیری نگذشت که در سن 8 سالگی پدر بزرگش را نیز از دست داد و این گونه عمویش ابوطالب مسئولیت سرپرستی وی را پذیرفت. یتیم بودن محمد صلی الله علیه و آله و سلم و از دست دادن مادر و پدر بزرگ در سنی که معنای فقدان پدر و مادر و پدر بزرگ را درک می کرد، مفاهیم محبت و مهرورزی را در وجودش رشد می داد و نیز توجه و رسیدگی به یتیمان و مهرورزی به مستضعفان و نیازمندان را در وجودش بارور و نهادینه می ساخت. از اون جایی که ابوطالب فردی عیالوار و فقیر بود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دوست داشت از دسترنج خودش ارتزاق نماید و زحمت بیشتری به ابوطالب تحمیل نکنه، در همان عنفوان جوانی به گوسفند چرانی روی آورد و از این طریق زندگی خود رو اداره می نمود تا این درس را به امتش و به ویژه مبلغین دینی بدهد که سربار دیگران نباشند بلکه کارو تلاش کنند. و فرمود هیچ پیامبری نیامده است مگر اینکه چوپانی کرده و گوسفند چرانیده است. کار و تلاش مایه عزت و سرفرازی است، لذا کسی که از کار و کسب حلال خیش و از دست رنج خود می‌خورد عزیز و گرامی است. چوپانی به عنوان یک شغل تربیتی و شخصیت ساز شغل همه پیامبران بوده است. بدون شک گزینش شغل چوپانی برای همه پیامبران حکمت‌های مهمی در خود داشته است، زیرا نوع شغل انسان چه بزرگ باشد و چه کوچک آثار تربیتی و روانی ویژه‌ای بر روی او دارد و نشانه‌هایش در شخصیت انسان نمایان می‌شود. صلی الله علیه و سلم. قسمت سوم، دوران جوانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. آثار شرافت و بزرگواری از همان دوران جوانی در اخلاق و رفتار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هویدا و آشکار بود و خداوند متعال ایشان را از هر گونه لهو و لعب و کارهای بیهوده مسئول و محفوظ نگه داشت. شبی در یکی از خانه های مکه مراسم عروسی بود. صدای موسیقی از دور به گوش محمد جوان صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم رسید. تصمیم گرفت تا در این عروسی شرکت کنه، اما حمایت و حفظ الهی سبب شد که محمد جوان صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم در خوابی عمیق فرو بره و زمانی بیدار شد که دیگر خورشید طلوع کرده بود. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرد گوشه‌گیری نبودند و در فعالیت‌های اجتماعی آن روز حضور چشمگیری داشتند. در پیمانی که به نام پیمان جوانمردان یا حلف الفضول معروف هست، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در آن پیمان شرکت نمودند. این پیمان بر این اساس بود که حق هر مظلومی از ظالم گرفته شود
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از اینکه مبعوث شدند فرمودند اگر امروز هم مرا به پیمانی مانند پیمان جوانمردان دعوت بکنند حتما دعوت اونها رو اجابت خواهم نمود. حضور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم در این پیمان و تایید آن بعد از مبعوث شدن دلیل بر حضور فعال آن بزرگوار در کارهای اجتماعی، عدالت فرضی، ظلم ستیزی و همکاری در کارهای خیر حتی با مشرکان می باشد. جامعه عربی به رغم مفاسد اخلاقی و عقیدتی موجود در آن جامعه زنده بود. حلف الفضول به عنوان پیمانی که به منظور حمایت از مظلوم در برابر ظالم شکل گرفته بود نمونه زنده جامعه زنده است که در برابر خطاهای عمومی می‌ایستد و سقوط نمی‌کند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هرگز برای بتی سجده نکردند و از گوشت حیواناتی که آنها را برای بت‌ها یا برای همان واسطه‌های خود قربانی می‌کردند نخوردند، شراب ننوشیدند، قمار نکردند و همچنین قبل از بعثت تاریخ سراغ ندارد که سخن بد یا زشتی بر زبان آورده باشند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم از هوشی سرشار و اندیشه والا برخوردار بود. در جامعه‌ای که جوانان آن غرق در لهو و لعب، شرک و ندای غیر الله، شرابخواری و خماربازی بودند و ملت‌های قوی به غارت و چپاول ملت‌های ضعیف می‌پرداختند، این محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم است که با تعداد اندکی از افراد جامعه آن روز امثال ورقه بن نوفل، قصه بن ساعده و زید بن عمرو از عبادت بت‌ها تنفر داشتند. فطرت سلیم این جوانان نمی‌پذیرفت که در برابر سنگ و چوب و بت سجده کنند یا غیر الله را صدا بزنند و تمثال و نماد صالحان گذشته رو واسطه خیر و تقرب به خدا قرار دهند. اونها از ظلم و ستم بیزار بودند. شایسته است جوانان ما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را اسوه و الگوی خیش قرار داده و از لهو و لعب و کارهای بیهوده‌ای که برای دین و دنیایشان سودی ندارد پرهیز نمایند و برای جامعه و مردم خیش عناصری مفید و ارزشمند بوده و از هر چیزی که به دین و دنیایشان آسیب می‌رساند دوری جویند. این وظیفه هر جوان مسلمان است. محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان مظهر و نمونه ی جوان متشخص و موفق به جامعه خیش نزدیک بود، اما به خاطر شکاف فکریش با قبیله خود که نتیجه بینش عمیق وی بود در سطحی فراتر از جامعه خیش قرار داشت، ولی در این حال حجت و برهانی در اختیار نداشت که بر اساس آن دیدگاهش را در برابر آنها ابراز کند. یکی دیگر از کارهایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در دوران جوانی به آن پرداختند تجارت و کسب حلال بود، چنانچه با اموال خدیجه رضی الله تعالی عنها به کسب و تجارت پرداختند و همین موضوع زمینه ازدواج نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو با خدیجه فراهم ساخت. محمد اشرف الاعراب والعجم خير من يمشي على قدمي باسط المعروف جامعة صادق الأقوال والكلمين
خیر خلق الله یا خیر خلق الله محمد